خیلی اتفاق میفته واسه خانوما که پریودشون سر وقت اتفاق نمیفته، دیرتر میشه. حالا تا دو روز و اینا رو معمولا میگن اشکالی نداره، ولی وقتی طولانی تر بشه دیگه میتونه عوامل یا عوارض یا نشونه های یه سری بیماری ها باشه. تو پست امشب واسه توضیح دادم که از دستورات درست استفاده بکنید. بعضیا میگن که زعفرون دم بکن. زعفرون اصلا بذار به چیزی بهت بگم، زعفرون یه گیاه کاملا سمیه و همین مقداری که توی غذا استفاده میشه رنگ دهی روی یه مقداری برنج برای تزیین، این کفایت میکنه. اینی که چای زعفرون چند تا پر زعفرون، این عشقم هم داشته باشید جدیده، چای زعفرون غلیظ دم بکنی، یه قاشق مثلا مربا خوری زعفرون بریزی، این کاملا کار غلطیه و اشتباه. راه های خیلی بهتری وجود داره. یه دستور دارم که تو استوری واسط میذارم به نام، بهش میگم ملک شنبلیله. طرز تهیهش رو نگاه کن، اعلام نتایجش هم پشت بندش اومده. کسایی که از این دستور استفاده کردن خیلی راحت تنظیم شده. بعضی هم میگن میتونی دم کرده یه سیاه دونه هم بخوری. سیاه دونه رو میکوبی میریزی تو آب جوش مثل چایی، نیم ساعت میمونه دم میکشه، صاف میکنی میخوری. ولی یه چیز خیلی مهمی باید بهتون بگم، یه دستوراتی داریم تو دوران پریود که باز برات استوری میکنم، حتما نگاه کن. خانوما تو دوران پریود جیگر، پسته، سیب درختی، سیب، هندونه، عرق کاسنی، به شدت خوردن غذاهای هورمونی توی هورمون متضاد داشته باشه، یعنی زن هورمون، یعنی غذای گیاهی استفاده بکنی یا ماده غذایی مصرف بکنی که هورمون مردانه داشته باشه، مثل عرق کاسنی، مثل خوردن میگو، مثل گردو، اینا همه هورمون های تستوسترون توشون زیاده، اینا رو باید خیلی کمتر بکنید. بعضیا پیشنهاد میدم میگن سفید تخم مرغ خیلی زیاد بزنید، یه خورده پودر گلگاب زبون روش بریزید بخورید باز میشید. برای بعضیا جواب میده، برای بعضی امکان داره جواب نده، اینم حالا یه دستور خونگی. ولی داروی باز کننده پریود یه چیز فوق العاده عالیه که تو کپشن اطلاعات شو وسط میذارم، چه اینجوری کردم انگار کپشن همینجاست مثلا. ولی اعلام استوریاشو حتما، اعلام نتایجشو حتما تو استوریاتون برید ببینید. یه دمت گرم بزن، فکر نکنم تنها هم اینجا، خجالت نکشم. بفرمادایی لیمو با چایی.